بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، بیننده های گرامقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به دنبال درس های مضمون خبرنویسی، عرصه خبرنگاری حرفه‌ای، امروز بحثی داریم یا لکچر فشرده داریم پیرامون مهارت های لازم برای انجام کار خبرنگاری یا فعالیت حرفه‌ای خبرنگاری. قسمی که میدانیم هر عرصه‌ای را که ما رویش کار میکنیم یا به گونه حرفه‌ای شامل عرصه میشه، ما نیازمند هستیم در قبال داشتن معلومات و داشتن سند تحصیلی و معلومات به حساب کلی ما یکسر مهارت های حرفه‌ای مشخص فرا بگیریم تا بتوانیم که به گونه درست در عرصه کار خود موفق باشیم. به صورت کل مهارت ها از بود حرفه‌ای و تخصصی به دو بخش تقسیم میشه که در مسلکی که ما کار بکنیم، چی روزنامه‌نگاری باشه، چی اقتصاد باشه، چی مهندسی، هر چی باشه، یک قسمت مهارت‌های مسلکی اقتصادی است که ما از طریق درس و تعلیم و تحصیل به دست میاریم یا شمولیت در کورس‌ها و ورکشاپ‌ها، و یک قسمت مهارت‌های فردی و درون فردی است که به فطرت و ظرفیت درونی خود انسان تعلق دارد و موفقیت کار در این میباشه که انسان بتونه مهارت‌های اقتصادی یا کسب شده از طریق آموزش با مهارت‌های فطری که جزئی از ماهیت و ظرفیت شخصیتیش اینا را یک جای بسازه و به گونه درست به کمک یکدیگرش مورد استفاده قرار بده. در مسلک خبرنگاری هم یک سلسله مهارت‌های مشخصی مورد نیاز است که ما رویش بحث می‌کنیم. بخش اول مهارت‌های مسلکی است. چرا؟ آنچه که انسان‌ها را یا روزنامه‌نگارا را در بخش‌های مشخص از لحاظ حرفه‌ای تقسیم می‌کنه، اونم مهارت‌های مسلکی یا کسب تحصیل و دانش مسلکی است که با سپری نمودن مراحل تعلیمی و تحصیلی به دست می‌آورند. اولین مهارتی که در عرصه مسلکی برای روزنامه‌نگارا مهم است، شناخت مسلک و عرصه کار است. قسمی که در درس‌های قبلی هم گفتیم که یک کسی که وارد عرصه روزنامه‌نگاری میشه، چون یک مسلکی پر از فرصت‌ها و چالش‌ها است، هم فرصت‌های زیاد داره و هم چالش‌ها، و یک مسلکی است که گاهی انسان با چالش‌های متعدد مواجه میشه و از قبل باید از لحاظ ذهنی آماده باشه که با تمام مسائل کنار بیایه و توانمندی درک فرصت‌ها و چالش‌ها را داشته باشه. به این اساس اولین مهارت مسلکی شناخت مسلک و عرصه کار است. یعنی یک روزنامه‌نگار یا یک ژورنالیست باید زمانی که وارد عرصه کار در مسلک روزنامه‌نگاری میشه این مسلک را بشناسد و بدون شک داشتن معلومات در قبال ماهیت، جایگاه و عرصه کاری روزنامه‌نگاری کمک میکنه تا روزنامه‌نگار به دید باز وارد مسلک خود شود. و دومش کسب مهارت‌های مسلکی است. کسب مهارت‌های مسلکی به این مفهوم که روزنامه‌نگار باید بتونه وقتی که معلومات در قبال نوشتن خبر یا مثلا اجزای خبر به دست میاره، خبر خودش نوشته بکنه، خبر را که نوشته که در صورت نیاز خودش به حساب چی بکنه، ویرایش بکنه، از ابزارهای متعدد استفاده بکنه، ثبت صدا، به حساب فیلم برداری و غیره. یعنی یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید توانایی از این را داشته باشه که مثلا مقاله نوشته بکنه، گزارش نوشته بکنه، خبر نوشته بکنه و از ابزارها استفاده بکنه و به همین شکل تفکیک بکنه میان ساختارهای متفاوت که مثلا خبر در چه چارچوب نوشته میشه، گزارش در چه چارچوب نوشته میشه و بحث و تحلیل و تفسیر. و به همین شکل فراگیری زبان است. ببینید وقتی که ما یک کار در عرصه روزنامه‌نگاری انجام میدیم، ما زبان مشخصی را باید استفاده بکنیم که زبان مشخص، کوتاه، مسئولانه و دقیق است. و ما باید برای از اینکه تفکیک بکنیم زبانی را که در روزنامه‌نگاری استفاده میکنیم از زبان کوچه عادی و همچنین از زبانی که در گونه های ادبی استفاده میشه، با استفاده از به حساب فنون ادبی که یک ذره ممکن است مغلق باشه، با همین مردم قابل فهم نباشه، ما زبانی را که در عرصه ارتباطات و در روزنامه‌نگاری قابل استفاده است فرا بگیریم. و به همین شکل آگاهی از لوایح و مقررات کاری ما باید بدانیم که چه لوایحی در اداره‌ای که کار میکنیم وجود داره، در کشور وجود داره و به همین شکل در عرصه کاری ما قانون اساسی چی حکم کرده، قانون عقد اساسی به اطلاعات چه امتیازاتی را به ما داده و به همین شکل قانون فعالیت رسانه و به حساب لوایح و مقررات دیگری چی چارچوبی را برای ما مشخص ساخته. و ارزش دهی به وقت در مسلک روزنامه‌نگاری، وقت در تمام کارها یکی از عناصرهای اساسی زندگی انسان است که وقت نمیشه کنترل کرد جز از اینکه آدم با وقت کنار بیاید. یعنی وقت منتظر ما نمیمونه، بنابراین ما باید وقت به گونه درست شناسایی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم. یعنی در کل شناختن مسلک، کسب مهارت‌های مسلکی، فراگیری زبان، آگاهی از لوایح و درک وقت و تقسیم بندی وقت از جمله مهارت‌های مهم مسلکی که انسان را کمک می‌کنه تا به گونه حرفه‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری کار بکنه. و به همین شکل سلسله مهارت‌های فردی است که در ماهیت و در باطن شخص وجود داره ولی باید شناسایی و شناسایی شود و رشد داده شود و مورد استفاده قرار بگیره.
که تحلیل اوضاع و درک محیط است. مثلا یک کسی در یک جای بایس روزنامه‌نگار کار میکنه، باید برای محیط بگرده، بشناسه مردمش، لوای و قوانینش، سیستم زندگی و غیره را. یعنی همیشه انسان با یک دیدی منتقدانه و جدی و مسئولانه باید محیط ببینه، بشناسه و در قبالش معلومات داشته باشه. با همین شکل داشتن یک ذهن و ظرفیت ایجادگر. چرا یک کسی در یک جای میره یک نقطه مهم پیدا میکنه، مردم عادی پیدا نمیکنه؟ دلیلش است که یک آدم ذهن ایجادگر داره، مثلا مسائل جدی میگیره و ذهن ایجادگر باعث میشه که آدم از میان توده هایی از مسائلی که مهم نیست یک موضوع مهم پیدا بکنه. قسمی که یک آدمی که با جواهر سر و کار داشته باشه بتونه از میان توده های سنگ یک جوهر یا گوهر گرانبها را پیدا بکنه. به همین شکل ذهن ایجادگر کمک میکنه که انسان چیزهای مفید و مهمی را به حساب چی بکنه، به دست بیاره. و پویای او بودن با مخاطب. مثلا انسان نمیتونه که در یک جای همیشه بشینه در یک اتاق و از همین جا فکر کنه، حدس بزنه و معلومات تهیه کنه، خبر نوشته بکنه، نشر بکنه. انسان همیشه باید بروه با مخاطبان خود رابطه داشته باشه و معلومات به گونه درست و دستی اول کوشش بکنه به دست بیاره. در صورت نیاز میتونه که از طریق تلفن و غیره، ولی بیشتر همیشه باید انسان پویا باشه، فعال باشه و رابطه داشته باشه. و به همین شکل جدی گرفتن حوادث و واقعی مرتبط به زندگی انسان ها. هر واقعه و حادثه‌ای که رخ میده، گزارشگر و خبرنگار حرفه‌ای باید برای جدی بگیره. و چون برش ممکن است یک موضوع رو آدم جدی نگیره، اما در نهایت خیلی مرتبط به زندگی مردم و مهم باشه. و صداقت و امانتداری است. به هیچ وجه گزارشگر و خبرنگار حرفه‌ای باید معلوماتش که در خبر، در محتوا و مفاهیم و مسائل روزنامه‌نگاری میباشه مورد دستور قرار نده و هیچ تغییری در او وارد نکنه. به گونه‌ای صادقانه هر آنچه که است اون را ارائه بکنه. با همین شکل داشتن ارتباط فعال با دیگران و تشریک مسائل. روزنامه‌نگار در صورتی که با دیگر گزارشگرا و روزنامه‌نگارا و نهادهایی که خبر را با مردم شریک می‌سازه، مثل دفتر سخنگویان، بخش اطلاع آگاهی عامه و اطلاعات چیزا، رابطه درست داشته باشه، می‌تونه که از وقایع خبر شوه و به گونه درست انگام نیازمندی فاکتورها و معلومات مناسب به دست بیاره و فعال باشه میشه. و همچنین ارزیابی و تداوم برنامه. وقتی یک برنامه را ثبت می‌کنه، یک خبر را تهیه می‌کنه، یک مطلب را نوشته می‌کنه، باید انعکاساتی از اون را توجه بکنه بالایش. باید نظر مردم به حساب ببینه که چی نظر داره مردم. یعنی تحلیل و بررسی برنامه انجام شده باعث بشه که اشتباهات تکرار نکنه و نقاط قوت بالایش تمرکز بکنه. یعنی در کل تمرکز روی مسائل یاد شده باعث میشه که انسان به عنوان یک گزارشگر یا روزنامه‌نگار فعال، حرفه‌ای و مفید در جامعه فعالیت بکنه و تفکیک شوه از کسایی که توانمندی حرفه‌ای کمتر دارند. و امید است که همیشه گزارشگرا و همیشه تمام انسانایی که در عرصه کار میکنه میان مهارت‌ها و معلومات و به شکل ظرفیت‌هایی که به گونه اکتسابی و مسلکی به دست میاره و معلومات و مفاهیمی که متعلق به فطرت و ظرفیت توانمندی درونیش است، یک رابطه ایجاد بکنه و در قبال انجام مکلفیت های روزمره خودش از هر دو مهارت و از هر دو مکلفیت و هر دو به حساب ظرفیت هایی که داره استفاده بکنه. و باز هم تاکید میکنیم که در راستای کاری گزارشگری ما همیشه باید با یک ذهنیت مثبت وارد کار شویم و هدف ما کمک به مردم باشه و هیچگاه ما دایی فکر نباشیم که با تهیه و نشر یک مطلب یا یک مقاله در ذهنیت مردم چالش ایجاد بکنیم و در جامعه مشکل ایجاد بکنیم. همیشه ما باید مکلفیت ما روشنگری از آن مردم باشه، کمک برای مردم برای استفاده درست از فرصت ها و مدیریت درست و به موقع چالش ها باشه و همیشه ما به عنوان و نمو یک قشر یا یک طبقه فعال و پویا کوشش بکنیم که مردم با مفاهیم و معلومات به حساب رابطه و کمکشان بکنیم تا آگاهانه زندگی بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.